برای بحث بیشتر در این مورد عبدالشکور صبوری آگاه رابط بین الملل با ما روی خط اسکایپ وصلتن. با ایشان روی این موارد رژه نظامی فردای روسیه و برخ از موارد دیگر مرتبط به منطقه بحث خواهیم کرد. آقای صبوری خوش آمدید به برنامه. سلام به شما، سلام به تمام دستاندارکاران تلویزیون طلوع و تمام ملت افغانستان. تشکر. ایمانوئل زواهری رهبر القاعده در تازه ترین پیام گفته است که حضور آمریکا در افغانستان و عراق و سناریویی که در این دو کشور رخ داد باعث تضعیف این کشور شده است. دید شما آیا واقعا چنین بوده و این باعث شده تا روسیه بر متحد واشنگتن همان اوکراین حمله بکنه؟ تا چه اندازه میتونه درست باشه این مسائل؟ تا یک اندازه میتونیم که صداقت این موضوع را تایید بکنیم و آن هم قسمی که امریکا بعد از 20 سال سپری کردن در افغانستان، اینا به خاطر اهداف که آمده بودن نتانستن و اهداف خود را به دست بیارن و نهایتا افغانستان به یک گروه با مفکوره قرون وسطایی تسلیم کردن. افغانستان به یک عقبکرد 30 ساله برگشت که خودش نشان دهنده شکست امریکا در عرصه سیاسی و در عرصه توسعه مفکوری لیبرال و دموکراسی و حقوق بشری بود. حاصل قیاس در اوکراین، بناهن اگر ما به شکل کلی اهداف امریکا را در کشورهای مختلفی که اینا رفتن بررسی بکنیم، میتونه که موضوع تایید شکست امریکا در دو کشور باشه. خب حالا که از دید شما امریکا در منطقه و در کشورهای کوزور داشته شکست خوردن، به خاطر تلافی این شکست داره با بی‌ثباتی را در منطقه ایجاد میکنه و کشور با کشور دیگری درگیر میکنه، آیا سیاست درست است که اینا در پیش گرفتن؟ من فکر میکنم شکست امریکا محدود به می دو کشور است که اینا در این دو کشور ناکام ماندن، ولی به معنای از این نیست که هنوز امریکا شکست خود به صفت یک رهبر جهانی قبول کرده باشه. امریکا با تعقیب سیاست تشنج و با استفاده از گروه های نیابتی که فلحال جنگ اوکراین و روسیه نشان داد که گروه های نیابتی یکی از موثرترین ابزار در اصل به دست آوردن سیاست خارجی است. بناهن امریکا با پشتیبانی از چنین گروه ها و استفاده از چنین گروه ها یک بار دیگر می خواهد که رقبای اساسی خود که چین و روسیه است و آینده رهبری امریکا را به چالش کشانیده، اونا را به چالش بکشانه توسط این گروه ها. حالا موضوع دیگری هم اینجاست که غرب با خصوص واشنگتن بسیار به گونه روشن در این جنگ دخیل است و با ارسال تسلیحات نظامی داره اوکراین عملا حمایت میکنه. آیا اگر اوکراین واشنگتن در منظور می است که اگر بخواهد گزینه دیگری داشته باشه بخاطر توقف این جنگ و یا بخاطر مغلوب کردن روسیه، آن گزینه از دید شما چیست؟ با ارسال کمک ها به اوکراین چی از نگاه اقتصادی، سیاسی و یا هم از نگاه نظامی، هدف امریکا به درازا کشیدن این جنگ، دامن زدن به خاطر توسعه جنگ و درگیر ساختن روسیه به شکل طولانی است تا روسیه چی از نگاه اقتصادی و هم چی از نگاه سیاسی و فرهنگی در بین ملت‌های مختلف جهان به صفت یک کشور متجاوز و منفور شناخته شود و نهایتاً در اصل سیاست بین‌المللی نقش روسیه کم رنگ تر شود. حالا این پالیسی آمریکا چقدر موفق بوده؟ از زمان آغاز جنگ دیدیم که تحریم های بیشتر، تحریم های روزافزونی وضع می شود و قرار است که تحریم های دیگری را هم امروز در نشست گروه 7 اعلام بکنند. چقدر توانسته که روسیه از این نگاه و از نگاه اقتصاد و از نگاه سیاست با ناکامی روبرو شده باشه؟ ما نمیتونیم که فلال ناکامی و یا کامیابی پیرامون ما کامیابی و ناکامی مطلق صحبت کنیم، ولی ما میتونیم که چون انوس بازی جریان داره و کارت های مختلف دیگه بین طرفین پیش طرفین موجود است که تا از او استفاده کنه، روسیه انوزر از تمام کارت های خود بر علیه غرب استفاده نکرده و غرب کوشش کرده که از اکثر امکانات خود بر علیه روسیه استفاده بکنه. روی کرده که امریکا امروز در سطح جهان گرفته تا فلحال یک نتیجه نسبی موقتی داشته، آیا این نتیجه به شکل به یک استراتژی تبدیل میشه و آیا ای به طور مثال من مثالش به شما بگویم که امریکا تانست که پس غرب و کشورهای اروپایی را بخصوص کشور آلمان متقاعد بسازه که بودجه نظامی خود افزایش بده،
خودشان به ملت خود متقاعد ساخت که ما باید بودجه نظامی خود دیگر هم بیشتر بسازیم. 2% میگن که به 3% باید ارتقا بیابم و این خودش نشان دهنده ای است که امریکا در سیاست در سطح داخلی و در سطح بین المللی تا جایی تانسته که به خاطر اهداف خود از این جنگ استفاده بکنه، ولی روسیه تنها از نگاه اراضی یک سلسله موفقیت هایی داشته، روی کرده روسیه در مقابل غرب و با روش های غرب متفاوت تر است. روسیه نسبتا روی کرده تکروانه، یعنی به شکل تکروی استفاده کرده و پیرامون جنگ و اهداف خود با کشورهای دوست خود معلومات بیشتر نداده که اگر روسیه چنین روی کرده را ادامه بده، به احتمال زیاد که روسیه خودش به شکل ناگهانی خود منزوی بسازه. خب حالا که شما پرداختین گفتین که روسیه بعضی از پیشرفت هایی داشته و یا موفقیت هایی داشته، حالا گزارش ها که از برخی از مناطقی است که روسیه داره از دست میده، مناطق شرقی به خصوص، از دید شما میخوایم بپرسم که چی تاثیر در تغییر استراتژی جنگ اوکراین باعث شده و آیا تسلیحات نظامی که غرب به کشور ارسال کرده تاثیر بسازایی در تغییر استراتژی جنگ اوکراین داشته و یا هم کدام گزینه دیگری وجود داشته؟ مطلقا اصلی که از طرف غرب و سیستمایی که از طرف غرب به اوکراین داده میشه و معلومات هایی که از طریق هوا، حرکات لوجستیکی و حرکات تانکا و نظامی های روسیه به اوکراین در اختیارش قرار داده میشه و اوکراین با استفاده از اونا اهداف بسیار به شکل معین خوب مورد اصابت قرار میتن، این خودش به موفقیت اوکراین افزوده و به تقریبا روسیه را در یک وضعیت قرار داده که باید تجدید نظر بکنه. جنگ اوکراین ابعاد دیگه را گرفت. این گروه های بسیار نیابتی از کشورهای مختلف در خط اول از طرف اوکراین می جنگه. یک موضوع فاکتور دیگه ای که اصلی سقیلی کشورهای مختلف در اوکراین فلال آمده و بر علیه روسیه می جنگه. موضوع سیم از نگاه معلوماتی و تکنولوژی معلوماتی اوکراین در یک سطح بسیار بالاتر قرار داده و از حمایت کشور همچون امریکا و آلمان و کشورهای اروپایی قرار داده. این خودش به معنای شکست روسیه متافل حالا گفته نمیتونم، ولی ایده گفته میتونم که روسیه را وادار میسازه که تا یک بار دیگر استراتژی خود تجدید بکنه و چالش های نوی که پیدا شده او را مطالعه کنه و یک رای حل دیگی به خاطر مبارزه موثر در این جنگ بر علیه ناتو باید به خود پیدا کنه. آقای صبوری، حالا که اوکراین استراتژی خود در این جنگ تغییر داده و از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بیشتر روی آورده، فکر میکنید که روز این جنگ بره به مرزهای روسیه بکشانه و با در نظر داشت تجهیزات و اسلحه‌ای که اوکراین به دست میاره از غرب و از ناتو احتمالی وجود داره؟ ما فکر نکنم. به هیچ صورت اوکراین نمیتونه که خود اجازه بده که جنگ به داخل خاک روسیه ببره، چون اینجا تهدید به موجودیت و امنیت داخلی روسیه مطرح میشه که ولادیمیر پوتین و مسئولینی که صلاحیت استفاده از سلاح اتمی را داره به اونا دست باز از نگاه قانونی اجازه زیره میده که تا از او اسلحه استفاده کنه و وقت است که به معنای ازی است که اوکراین به خاطر انهدام کامل خود خودشان به شکل، یا براتون بگیم یک اشتباه بسیار بزرگ، روسیه را وادار ساخت که از این اسلحه استفاده کنه. بنان من بعید میدارم که اوکراین بتونه که جنگ به سرحدات روسیه بکشانه، ولی یک نکته بسیار باریکی که موجود است وی است که روسیه در تلاش است که خاکایی را که تا فلال اشغال کرده ده و یک رفرندم تدبیر کنه و نهایتاً به یک شکل این خاک الحاق بسازه به روسیه و نهایتا این را جز از خاک روسیه تعریف بکنه و هر حمله را بالای این خاک به امنیت داخلی خود توجیه بکنه که اینجا هم این جنگ دیگر هم پیچیده میشه و به احتمال زیاد که اوکراین و ناتو در یک وضعیت سخت‌تر قرار بگیره. خب حالا آنچه که شما گفتین و برخی از مقام‌های اوکراین روسی هم گفتن که احتمالاً برای مدت بسیار طولانی در اوکراین بمونن، تا چه زمان از دید شما شاید روسیه در اوکراین بمانه و جنگ دوام بکنه؟ من فکر نکنم روسیه خاک را که گرفته و اهداف را که تعیین کرده که دو ایالت است به نام لوهانسک و دونیسک میگنشه از این خاک اینا براین، تا وقت را که اوکراین این دو ایالت به صفت جمهوری های مستقلی که روسیه مطرح کرده یکی از پیش شرط ها
ایده بپذیرن و تا زمانی را که روسیه اوکراین بپذیرن که اونا با ناتو یک جای نمیشن و شرط سیومی روسیه ای است که اوکراین باید تماما اسلحه ثقیله که از طرف اروپا و کشورهای دیگه برشان تمویل شده خل سلاح شوه. این شرط ها را تا که نپذیره روسیه محتمل است که یا ناممکن است تقریبا که از این خاک اشغالی برایه و در عین زمان اوکراین هم آماده پذیرش این شرایط در کوتاه مدت نیست. ژاپن به تازگی گفته است که احتمالاً جنگ مشابه در شرق آسیا هم صورت بگیرد پس از اینکه روسیه بر اوکراین حمله کرده. ممکن احتمالاً چین نیز گام مشابه را برداره و بر تایوان حمله بکنه. حالا این نگرانی ها چقدر میتونه درست باشه؟ خب سیاست چین با روسیه کاملاً متفاوت است. چین زیاد کوشش میکنه که از تافلال از ابزار نظامی و از سیاست نظامی استفاده نکنه و با استفاده از قدرت اقتصادی خود در عرصه سیاست خارجی استفاده کرده و معضلات خود با استفاده از این قدرت حل بسازه، ولی باز هم این ناممکن به نظر نمیرسه. در چنین واقعیت یا در کوتاه مدت به نظر ما هنوز وقت است که یک جنگ دیگه در آسیا رخ بده و آسیا تحملش نداره. این چین هم میدانه، ولی با آن هم از این که دنیا در یک تغییر بسیار سریع قرار داره و هر روز تاکتیک و استراتژی های غرب و شرق فرق میکنه و امریکا یک سیاست تهاجمی را که بر علیه چین حتی گرفته که در داخل افغانستان ما امروز شاهدش هستیم که امریکا در 20 سال گذشته با استفاده از شعار دموکراسی نتانست که چین و روسیه را تضعیف بکنه، حال با استفاده از گروه های نیابتی و مفکوره های افراطی میخواهد که در آسیای مرکزی عناصر افراطی را هم یک بار دیگر بیدار بسازه. اگر به این قسم و به این منوال استراتژی ها به شکل بسیار سریع پیش بره، به احتمال زیاد که چین هم در قبال تعقیب استراتژی فعلی خود یک تجدید نظر کنه. خب آقای صبوری، فردا قرار است رژه نظامی به مناسبت سالگرد پیروزی مسکو در برابر آلمان نازی ها صورت بگیره. فکر میکنین که این رژه نظامی در مقایسه با رژه های نظامی که سالهای گذشته صورت گرفته در گذشته صورت گرفته چه تفاوت داشته باشه با در نظر داشته ای که روسیه عملا وارد یک جنگ با اوکراین هست؟ به نظر من از تدابیر امنیتی محکمتر نسبت به دیگر جاهای نظامی باید دهی گرفته شود، چون اهداف اساسی غرب و امریکا شخص پوتین است. یک موضوع دیگه ای که این رژه که در پهلوی از یک رژه نظامی بود، این روسیه از سال 1963 به دین سو یک جشن ملی هم تعریف کردن و در فرهنگ خود جابجا کردن و تجلیل میکردن که به احتمال زیاد به شکل که در سالهای قبل در سر تا سر روسیه تجلیل میشد، یک نسبت مایوسیت مردم و ناامیدی و روشن نبودن آینده این جنگ ممکن به او شکل تجلیل نشه. و فکت دوم از نگاه امنیتی و یا استفاده کردن از احساسات مردم توسط مطبوعات و ابزارهایی که غرب داره، به این خاطر به احتمال زیاد که همانند سالهای گذشته نباشه. خب حالا رئیس جمهور روسیه پوتین هم گفته است که شکست نظامی و هر گونه شکستی که منظورش هست در مسکو و در اوکراین با ایشان قابل قبول نیست. از دید شما آیا چنین سخنان تایید میکنه که روسیه داره عملا شکست میخوره در این جنگی که اینا 74 روز پیش آغاز کردن؟ نسبت تمویلی که اوکراین از ناتو و از کشورهای غرب میگیره، بنابراین به احتمال زیاد که با تغییر تعریف به یک شکل روسیه برای فلال خود کامیاب نسبی معرفی بکنه، ولی این جنگ جنگ دهه خواهد بود و یا بیشتر از دهه خواهد بود و ناکامی و کامیابی جنگ ما شاید در نتانیم که در 10 سال آینده تعریف بتانیم و مشخص بکنیم که کی کامیاب و یا کی ناکام شد. شما در رابطه با برخی از پالیسی های برخی از کشورها پرداختید، میخواییم بپرسون پس از حمله مسکو بر کیف کشورهای همسایه اوکراین و همچنان روسیه چی تغییرات در کل در پالیسی های دفاعی امنیتی و یا هم در کل در سیاست های خارجی خود آوردن؟ اگر بسیار کوتاه بپردازین. خب کشورهای همسایه اوکراین تمامش تقریبا کشورهایی است که عضویت ناتو را داره، رومانیا، لهستان، هنگری و این کشورها مطلقا بسیار بالای بودجه نظامی خود افزایش دادن به بودجه نظامی خود و اینا سرحدات خود تقویت کردن و از ناتو کمک خواستن. این تدابیر است که اینا گرفتن و در قبال سیاست خارجی خود مشخصا یک خط
قاطعی را برای روسیه و به طرفداری امریکا گرفتن. کشورهای همسایه روسیه، بلاروس طرفداری از روسیه را کرد، کشورهای آسیای مرکزی تا جای یک حالت کاملا انتظار به خود قرار دادن و به وضاحت بیشتر ضرورت داره که در ورسه یک کمک دیپلماسی روسیه ضعیفتر بوده و ممکن ما در آینده نزدیک تغییرات را مشاهده کنیم در این کشورها هم در قسمت سیاست خود. برخی از این کشورهایی که عضویت ناتو را دارند و هم در مرز با اوکراین قرار دارند، از گسترش این جنگ به خاک این کشورها نگران بودند. فکر میکنین که روز این جنگ به می خاک کشانیده شود به اروپا یا هم در کل در اتحادیه اروپا کشانیده شود، یا ناتو منظورم است؟ ما فکر میکنم که امریکا در تلاش است و بعض از کشورها در تلاش است که جنگ دامن بزنند و نهایتاً آخرین زور روسیه را یک مطالعه بکنند که روسیه تا کجا پیش می آیند. اگر این به شکل مدیریتی پیش بره و این واقعاً یک مدیریت خاص از این حالت صورت بگیره، توسعه جنگ به دیگر کشورها محتمل است. ما زیاد ممکن نمیدانم. ولی اگر این دامن زدن به این موضوع و افزایش کمک به اوکراین مدیریت درست نشه، بنان شاید هم این موضوع بعید نباشه که حملات این طرف هم صورت بگیره. آقای عبدالشکور صبوری، آگاهی روابط بین الملل، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. تشکر از شما همچنان.